شفا دادن یکی از اصول اساسی شفای کامل این است که نمی توانیم سلامت جسم را از حالات روانی و احساسی خود جدا کنیم. تمامی حالات ما با هم مرتبط هستند. حالت بیماری جسمانی اغلب باستابی از کشمکش، تنش، فشار یا ناهماهنگی حالات موجود ماست. بنابراین هرگاه دچار کسالت جسمی می شویم بدون تردید پیامی برای ماست تا نگاهی عمیقتر به احساسات عاطفی، طبیعی، افکار و گرایش های خود بیاندازیم و بفهمیم چه کاری می توانیم برای ترمیم هماهنگی طبیعی و به تعادل رسیدن شخصیت خود انجام دهیم. باید با ندای درون خود هم نوا شویم و آن را بشنویم. تجسم خلاق شیوه است که از طریق آن دائما بین ذهن و جسمتان ارتباط برقرار می کنید. تجسم خلاق روند خداگاه یا ناخداگاه شکلگیری تصورات و افکار ماست که به صورت علائم یا دستورالعملهایی در جسم ما نمودار می شوند. تجسم آگاهانه فرایندی است که به جای تصورات و اندیشه های بیمارگونه تصاویر و افکار مثبتی برای ارتباط با جسم می آفریند. شفای خود گاهی اوقات از عمق وجود بر این باوریم که بیماری واکنشی مناسب و اجتناب ناپذیر به بعضی موقعیت ها یا وضعیت است. زیرا این واکنش ظاهرا مشکل ما را برطرف می کند. راه را برای رسیدن به کمال هموار می سازد یا راه حلی برای کشمکش درونی غیرقابل تحمل و حل نشدنی است. مثالهایی از آن عبارتند از دلیل بیماری شخصی قرار گرفتن در معرض یک بیماری واگیردار است. بنابراین باور دارد که بیمار شدن در چنین محیطی اجتناب ناپذیر و حتمی است. دلیل مرگ یک نفر با بیماری مشابه بیماری پدر یا مادر یا یکی از افراد خانواده این است که او ناخداگاه برای خود برنامه ریزی می کند تا الگوی مشابه آنها را دنبال کند. علت بیماری یا وقوع تصادف در راه رسیدن به محل کار یک فرد این است که یا از روبرو شدن با مشکلی در سر کارش وحشت دارد یا تا بیمار نشود و در بستر بیماری نیفتد آرامش و استراحت لازم را نمی کند. شخص دیگری بیمار می شود تا توجه دیگران را به خود جلب کند. این فرد در کودکی نیز میدانسته با این شیوه رفتار چگونه توجه پدر و مادر را جلب کند. شخصی که در تمام عمر احساساتش را سرکوب کرده است و سرانجام به علت بیماری سرطان فوت می کند، نمی تواند تعارض بین فشار هیجانات انباشته و باورهایش مبتنی بر زخیر سازی این هیجانات را حل کند و در نهایت به عنوان راه حل تن به مرگ می دهد. منظورم از ارائه این مثال ها این نیست که همه بیماری ها مسئله هایی ساده اند و توجیه مناسب دارند. در بروز هر بیماری، مانند هر مسئله یا مشکلی عوامل پیچیدهی دخیل هستند. می خواهم این تصور را برای شما تداعی کنم که در بروز یک بیماری، عوامل روانی، احساسی و ذهنی به اندازه عوامل جسمی دخیل هستند و اینکه شاید ابتلا به بیماری تلاشی باشد برای حل مشکلات درونی زندگی. چنانچه مشتاق درک باورها و احساسات خود باشیم و عمیقا به آنها نگاه کنیم، در اغلب موارد مشکلات و مسائل خود را حل می کنیم. دستاورد طبیعی این دیدگاه واکنشی پنداشتن بیماری است. به جای اینکه خود را قربانی تصور کنیم یا بیماری را مصیبتی اجتناب ناپذیر و بدیهی بشماریم، باید آن را پیامی مفید و سودمند تلقی کنیم. چنانچه مبتلا به بیماری جسمی هستیم، در حقیقت این بیماری پیامی است مبنی بر اینکه موردی در آگاهی ما وجود دارد که باید مورد تعمل قرار گیرد، درک و تصدیق شود و سپس التیام یابد. اغلب پیام بیماری این است که باید آرام تر باشید و زمان بیشتری را با خود خلوت کنید. همواره بیماری ما را مجبور به استراحت می کند. از همه مشغله ها و تلاش ها دور می شویم و به آرامشی عمیق و ژرف دست می آبیم. در سایه این آرامش انرژی مقضی ضروری را دریافت می کنیم. التیام و شفای واقعی در درون ماست. همواره التیام و درمان واقعی علا نیاز به مداوای بیرونی در درون خود ماست. اگر در حق خود آرامش روا داریم و به طور منظم با زمیر درونی خود تماس برقرار کنیم، دیگر نیازی به بیمار شدن نیست تا خود درونی ما از این طریق توجه ما را به خود جلب کند. بروز بیماری ها و تصادفات نشانگر وجود مشکلات درونی است که باید برطرف شوند یا بگونه ای باید بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشیم. آنگاه به خود آرامش دهیم که ندای درون را بشنویم و از خود بپرسیم برای تو چه پیامی دارد یا چه چیزی را در این موقعیت باید دریابی؟ ممکن است خودتان به تنهایی قادر به انجام این مهم باشید یا در بعضی موارد لازم شود به منظور دریافت کمک و حمایت به مشاور، درمانگر یا شفابخش مراجعه کنید. مسئله مهم این است که برای ابتلا به هر نوع بیماری یا مشکل جسمی خود را گناهکار یا مقصر ندانید. بیماری شما نشانگر این مسئله نیست که شما فردی ناآگاه هستید. در عوض ابتلا به بیماری را رهتوشه سفر تکاملی خود بدانید که یادگیری و رسیدن به کمال را میسر می کند. تجسم خلاق می تواند وسیله مناسبی برای درمان باشد. زیرا مستقیما به سراغ منشأ بیماری یعنی تصورات و ادراکات ذهنی شما می روید. خودتان را به تصویر بکشید و تأکید کنید که کاملا سلامت هستید و تمام علتهای بیماری برطرف و درمان شده است. می توان در سطوح مختلف شیوه های متفاوتی به کار گرفت. شما باید عبارات تأکیدی و تصوراتی را بیابید که بهترین اثر را بر شما داشته باشند. در بخش سوم کتاب پیشنهادهایی ارائه دادم. البته پیشگیری قبل از درمان بهترین شیوه است. اگر بیماری جسمی خاصی ندارید که چه بهتر؟ تصور کنید همیشه سالم و سرزنده باقی خواهید ماند. تصور کنید که هرگز نگران درمان خود نیستید. اگر سالم نیستید، شاید دانستن این مسئله اسباب تسلی خاطرتان باشد که هر روزه با بهرهگیری از اشکال گوناگون تجسم خلاق بسیاری از بیماری های خطرناک مثل سرطان، آرتروز یا بیماری های قلبی با درمان های آسان برطرف می شوند. در طی سالهای اولیه انتشار کتاب تجسم خلاق، صدها نفر به من گفتند که چطور ایده ها و تکنیک های موجود در این کتاب به آنها کمک کرد تا بیماری ها و صدمات جسمی خودشان را درمان کنند. مثلا روزی زنی به دفتر کارم مراجعه کرد. او تعریف کرد که چند ماه پیش بر اثر تصادف سخت اتومبیل مدتی در کما بوده است. بعد از بیرون آمدن از کما، دکتر گفته بود برای بهبودی کامل و بازگشت به زندگی عادی چندین سال زمان لازم است. اما به کارگیری تجسم خلاق همراه با فیزیوتراپی کاملا او را بهبود بخشید و توانست بعد از سه ماه به سر کارش بازگردد. مرد دیگری داستانش را اینطور برایم نوشت که مدتها پیش تشخیص دادند توموری در سرش وجود دارد که غیر قابل جراحی است. شوک بدی به او وارد شد و تصمیم گرفت نگرش عمیقتری به زندگی داشته باشد و نقاط ضعف و قدرت خود را دریابد. از تکنیک های این کتاب بهره گرفت. البته در کنارش به درمان دائم با دارو هم پرداخت و توانست تا حدی بر مشکلات زندگیش فائق شود. نهایتا تومور ناپدید شد و با آنکه سالها میگذرد هنوز اثری از آن دیده نمی شود. افراد بسیاری برایم گفتند که بعد از اطلاع از سرطان بدخیم خود شروع به بهرهگیری از تکنیک های تجسم خلاق کردند و با وجود گذشت سالها بعد از بیماری هنوز زنده و سالم هستند. مادر خودم با بهرهگیری از تجسم خلاق بدون جراحی از شر بیماری کیسه صفرایش خلاص شد وقتی دکتر عکسهای قبلی را همراه با سنگ کیسه صفرا با عکسهای بعدی یعنی زمانی که برای مدتی از تجسم خلاق بهره گرفته بود مقایسه کرد اثری از سنگ دیده نمیشد دکتر نمی‌توانست باور کند البته در این نوع درمانها عوامل بسیاری دخیل هستند اما با این وجود به دلیل تجربیات خودم و نمونه های عینی شفا یافته از این طریق تجسم خلاق می تواند وسیله مؤثری باشد. در بعضی موارد تجسم خلاق به تنهایی و به طور کامل درمان مؤثری است. در موارد دیگر علاوه بر تجسم خلاق روش های درمانی دیگری را نیز باید به کار گرفت. مادامی که اعتقاد درونی به بعضی از روش های درمانی دارید، همانها را بکار گیرید. زیرا این اعتقاد و تمایل باعث مؤثر بودن روش درمانی می شود. در صورت لزوم، درمانهای دارویی مناسب را به تأخیر نیندازید. به علاوه، هر شیوه درمانی که انجام می دهید، از پزشکی متداول و جراحی گرفته تا درمان های مثل طب سوزنی، یوگا، ماساژ و رژیم غذایی و غیره تجسم خلاق همواره مکمل سودمندی است که می توانید همراه با هر درمان دیگری بکار گیرید. به کارگیری آگاهانه تجسم خلاق می تواند روند طبیعی درمان را به طور شگفتانگیزی تسریع و تسهیل کند. به یاد داشته باشید که همه بیماری های مزمن با غلبه کردن بر آنها یا بهبود یافتن درمان نمی شود. بروز بعضی از آنها ممکن است به دلیل سرنوشت ما در این دنیا یا دنیای دیگر باشد و ممکن است مدتی طولانی یا برای همه عمر با ما باشند. در این صورت به کارگیری تجسم و جملات تأکیدی به منظور کمک به پذیرش محدودیت هامان است. همچنین کمک می کند شادتر زندگی کنیم و از موهبت های آن تا حد امکان بهره گیریم. همچنین فراموش نکنید زمانی می رسد که هر کدام از ما باید از این دنیای فانی رخت ببندیم و به جهان آخرت بپیوندیم. بیشتر مردم این انتقال را از طریق بیماری انجام میدهند. اگر کسی از عمق وجود باور کند که زمان رفتن است، معمولاً به صورت ناخداگاه. تلاش خود و اطرافیانش برای درمان بینتیجه و بی اثر خواهد بود. چنانچه تلاش برای درمان بی اثر باشد، زمانی می رسد که باید کل زندگی را رضایت بخش و مطلوب تصور کرد و مرگ را با آغوش باز پذیرا شد. شفای دیگران همان اصولی که در درمان ما مؤثر است برای درمان دیگران هم مسمر سمر است و این امر به دلیل وحدت ذهن در کائنات است. بخشی از آگاهی و هوشیاری ما به طور مستقیم با بخش مشابهی از هوشیاری و آگاهی دیگران مطابقت دارد. از آنجایی که این بخش آگاهی و هوشیاری نقطه اتصال ما با علم لایتناهی و قدرت مطلق الهی است، همه ما از قدرت شفابخشی باور نکردنی برخورداریم که می توانیم به اختیار از آن بهره بگیریم. بسیار حیرت انگیز است. به راحتی تفکرات خود را درباره شخص دیگری تغییر دهید و آگاهانه تصویر سلامتی و بهبودش را در ذهن بپرورانید که در بعضی موارد فوراً باعث درمان فرد می شود و در بعضی موارد سرعت درمان او را تسهیل و تسریع می کند. هیچ نیازی نیست فرد بیمار از عملکرد شما آگاه شود. در حقیقت، در بعضی موارد خیلی بهتر است از هیچ چیز مطلع نباشد. از آنجایی که با زمینه آموزشی علمی و معقول رشد یافتم، پذیرش و درک درمان مردم از راه دور برای من یکی از بغرنج ترین مسائل بوده است. اما آنقدر این مسئله را دیده و تجربه کرده ام که دیگر مجالی برای تردید ندارم. مطالعات علمی جالبی مبنی بر تأکید نیروی درمانی دعا و تجسم وجود دارد. به تجربه دریافتم که بهترین شیوه برای تأثیر درمان این است که خود را به عنوان کانالی قوی و واضح برای دریافت انرژی شفا تصور کنم. تا انرژی معنوی عالم از طریق من به فرد نیازمند جریان یابد. به زمیر برتر خود میاندیشم که انرژی را به زمیر برتر دیگری میفرستد تا از این طریق او را در برآوردن ضروریات برای درمان حمایت کند. این مسئله را نیز به خاطر می سپارم که به نظر دیگری احترام بگذارم. مبنی بر اینکه اگر فردی ترجیح داد درمان نیابد، موردی ندارد در این حال فرد را همان طوری که واقعا هست به تصویر می کشیم. یعنی موجودی الهی تجلی کامل و زیبای خداوند که به طور طبیعی خوشحال و سلامت است. در بخش سوم شیوه درمانی مؤثر برای خودم را بیان می کنم. شما را تشویق می کنم تا آن را بیازمایید و خودتان به عینه لمسش کنید.